رقابت ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای بر سر جایگزینی رهبر باعث سقوط چرخبال گردیده است. یا دست اسرائیل و آمریکا در سقوط چرخبال رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران بوده است. در این گزارش تحلیل های کارشناسان و رسانه های مطرح جهان را برایتان جمع‌آوری نموده ایم. تا آخر این گزارش ما را همراهی نمایید. مرگ ابراهیم رئیسی یک بحران جایگزینی در ایران ایجاد کرده است. ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای تنها مدعیان جایگزینی آیت الله خامنه‌ای رهبر 85 ساله ایران بودند. گفته می شود با نصاب احتمالی مجتبی خامنه‌ای و مقام رهبری می تواند موجب ناآرامی های مردمی شود. گفته می شود فقدان مشروعیت و محبوبیت او به این معنی است که وی برای حفظ نظم کامل و سپاه پاسداران متکی خواهد بود. این میتواند انتقال رژیم به حکومت نظامی یا فروپاشی احتمالی آن را سرعت ببخشد. در این رابطه گابریل نورنها مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران با اشاره به مرگ ابراهیم رئیسی میگوید: در مقطعی کنونی نکته کلیدی در واقع این است که چه کس جایگزینی او شود، بلکه این واقعیت است که رهبر بعدی به احتمال زیاد پسر علی خامنه ای مجتبی خامنه ای خواهد بود. وی با نسبت به اهمیت خواندن پست ریاست جمهوری در ساختار سیاسی ایران، پستی که به گفته او بیشتر برای امور داخلی است نه امنیتی ملی و جهتگیری ایدئولوژیکی حکومت، میگوید رقابت برای جانشینی علی خامنه ای میان مجتبی خامنه ای و ابراهیم رئیسی بود و حالا با مرگ رئیسی مجتبی میراثدار پدر خواهد شد. آقای نورنها اضافه می کند که هرچند روی کاغذ مجلس خبرگان وظیفه انتخاب جانشین رهبر اسلامی را به عهده دارند، با این حال باید دید که آیا فرد دیگر توان ظهور و چالش کشیدن مجتبی خامنه ای را خواهد داشت یا نه. علی واعظ از گروه بین المللی بحران می گوید مرگ ابراهیم رئیسی در زمان اتفاق افتاده است که جمهوری اسلامی در پایان ترین میزان مشروعیت و اوج سیاست های حذفی خود قرار دارد. با گفته وی در کمتر از 2 سال احتمال جانشینی پایدار خواهد شد که به اندازه او محافظه کار و وفادار به نظام باشد. با این حال مستقل از هر شخصی که بر ریاست جمهوری ایران انتخاب شود، در سیاست خارجی رهبری و سپاه پاسداران همچنان بر تصمیمات راهبردی سیطره خواهد داشت. و با اشاره به اینکه انتخابات های ریاست جمهوری در ایران یا به کلی نادیده گرفته می شود یا بیشتر از اندازه در مورد نقششان اغراق می شود، می گوید فرد جانشین درگیر همان محدودیت های ساختاری پیشینیانشان است، در خصوص مسائل بنیادین تصمیم گیر است و نه کنترل کامل روی دولت خواهد داشت، هرچند در مجموعه بدون تأثیر هم نیست. دین شما رو، انقلاب شما رو، ولایت فقیه رو، این چیزا رو قبول دارن برادر شما.
در تحلیل دیگری آموز هارلن در پایگاه خبری اسرائیل هارتس مرگ ابراهیم رئیسی را ضربه سخت بر رژیم ایران دانسته و رئیس جمهور سابق ایران را یکی از دو مدعی اصلی جانشینی خامنه ای 85 ساله در کنار مجتبی خامنه ای دانسته است که می تواند و جمهوری اسلامی ایران را به یک بحران جانشینی سوق دهد. مرگ ابراهیم رئیسی در شرایطی که میزان اعتماد داخلی به رهبران جمهوری اسلامی ضعیف ارزیابی می شود می تواند به جمهوری اسلامی آسیب برساند. وی با اشاره به تأثیرات احتمالی این حادثه بر سیاست خارجی تهران به ویژه خصومت ایران با اسرائیل اضافه کرد. اگر بخواهیم مثبت فرض کنیم، دولت ایران ممکن است ابتدا بیشتر به مسائل داخلی توجه کند و فشار کمتر بر حزب الله برای حفظ یک جبهه نظامی فعال علیه نیروهای اسرائیل وارد کند. جروز آلم پست در گزارشی که به مناسبت مرگ رئیسی رئیس جمهور ایران در حادثه سقوط بالگرد و نشر کرده گفته است معمولا انتظار نمی رود رؤسای جمهور با توجه به ملاحظات امنیتی ویژه‌ای که برای حفاظت از آنها اعمال می شود در جریان حادثات جان خود را از دست بدهند، اما با یک مرور تاریخی با شماری از رهبران مهم سیاسی و نظامی در پی سقوط حادثات جان باختن می گوید سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در هوای مه آلود بر فراز منطقه کوهستانی در آذربایجان شرقی از نگاه خبرنگاران جروز عالم حادثه غافلگیر کننده و بهت آور برای منطقه بود. زیر انتظار می رود بهترین بالگردها و خلبانهای ناوگانها کشور را هر کشور با بهره بردن از بهترین خدمات تعمیر و نگهداری و در خدمت رؤسای جمهور و نهادها تحت مدیریت او می باشد. اغلب حوادث منجر به مرگ رهبران سیاسی و نظامی به علت سقوط بالگرد یا هواپیمای ناشی از نقص فنی، خلبان یا شرایط بد آب و هوا بوده است، اما با گزارش جروز عالم پست برخی از این موارد نیز با تئوری‌های توطئه در خصوص علت وقوع آن همراه بوده است. حالا معلوم نیست این حادثه چگونه اتفاق افتیده است؟ آیا دست‌های خارجی پشت پرده در کار بوده است یا یک حادثه طبیعی بوده است؟ زمان به این پرسش جواب خواهد داد که چه چیزی سبب سقوط چرخبال و کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران گردید؟